بله، خوش آمد میگم به آقا مرتضای نازنین، خیلی ممنون. عزیز دل. خوش آمدید آقا مرتضا. خیلی متشکرم. درود بفرستم به شما و آقای فرزاد، گویا اینجا هستن. درست میگم اسمشونو؟ بله، فرزاد بنی، دوست عزیز ما، آقای آهنگ فرزاد آزادی رو بنی. ازش داشتیم میشنیدیم. بله، آهنگشون هم گوش کردم، خیلی هم زیبا بود. خیلی خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. این روزا حال دل خوبی نداریم، زیاد خوب نیست، ولی یه جورایی هم اون ته دلمون یک طلوعی، یک روزنه‌ای روشن شده و یه نوید شادی و یک روزهای روشنتری رو به ما میده. امیدوارم که این انقلاب یا این رستاخیز به ثمر برسه و از این دیو وحشت همه نجات پیدا بکنیم. عزیز دل، این آقا مرتضی، ما دیشب خب برنامه شما رو دیدیم در روز کوروش، که روز کوروش رو هم بله گرامی باش میگیم به همه بله هممیهنانمون. اون آهنگ زیبایی رو که خوندین، حالا از آهنگای شما هم میشنویم، ولی دوست داریم الان بیشتر صحبتاتون رو بشنویم. همینطوری که فرمودین خواهش می‌کنم. و با فرزاد گرامی هم صحبت میکردیم، همه در یه بیم و امیدیم. امروز هم خب خبر اومد توماج بله صالحی هم دستگیر شد دوباره. خب من و فرزاد هر دوتا بختیاری هستیم، بچه چهارمال بختیاریم. فرزاد رو، بله بچه بختیاری رو گرفتن. به نظر میاد واقعا همون دایه وقت جنگه. 43 سال بله ما در جنگیم، ولی دیروز اون جمعیتی که شما در لس آنجلس دیدید، در بله مراسمی که اونجا بود، به هر حال میخوام دو تا نکته مهم رو، میدونم فرصتتون هم محدود، خستم هستید، خواهش خیلی میکنم، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید، خواهش میکنم. در خدمتتون باشیم. واقعا فضا رو چگونه میبینید؟ این آزادی، برای اینکه این انقلاب به آزادی برسه، به پیروزی برسه، چه باید کرد، چه می شود؟ و حالا دو بخش بعدی هم یه مقداری در مورد خود هنر مبارزه، من در خدمتونم. ببینید، از ویژگی هایی که این جنبش یا این رستاخیز، من اسمشو گذاشتم، داره، خیلی جالبه که ما در طول این 43 سال واقعا یک همچین همبستگی نداشتیم. مثلا شما ببینید در داخل ایران، در خارج از ایران، چه پیوستگی خوبی به وجود اومده و این مرگ مهسا یک قطره آبی بود که در این کاسه خشم مردم ریخته شد و این کاسه رو لبریزش کرد. همبستگی که ما الان در داخل ایران میبینیم خیلی عجیبه. من اصلا فکر میکنم در طول تاریخ ایران یک همچین عشقی، یک همچین محبتی کمتر من دیدم، یعنی کمتر خوندم، چون من که خب سنی ندارم که، ولی به هر حال تاریخ رو که مطالعه میکنیم میبینیم که این همبستگی به این نوع و به این شدت نبوده. درسته که در انقلاب های بعدی، در خیزش های قبلی که قبلی ببخشید که در ایران یا در هر جای دنیا به وجود اومده، مردم یه همبستگی با هم نشون میدادن. الان میبینیم که جوونا، که اینها خیلی کمتر در صحنه بودن، اینا جوونهایی که برای سال مثلا سال 80 ها هستن، دهه 80 ها هستن، دهه 90 ها هستن، اینا اومدن به خیابون، بچه های کوچیک. من میبینم بچه 2 ساله که داره جوانه میزنه توی این اجتماع و این جوانه های کوچیک اومده زن زندگی آزادی میگه، شعار میده و این نشون میده که فضا یک فضایی هستش که حکومت اون چهره خودش رو دیگه از دست داده، اون واقعیت اجتماعی و پشتوانه اجتماعی خودش رو حتی در جناهای خودش از دست داده، مخصوصا با این شعارهای. البته من مخالفم با شعارهای خیلی شنیعی که میدن، من فکر میکنم که در نهایت عکس العمل منفی داره، ولی خب به هر حال همینو باعث شده که دیگه اصلا یک جوری این حکومت فرو ریخته و الان فقط و فقط با زور اسلحه هستش که توی خیابونها این جوونها، این پهلوونها رو میزنن. الان مسئله، یک مسئله ای که من دارم میبینم اینجا این چند روز گذشته یا در این چند یک ماه و خورده یه گذشته، در دانشگاه ها و جوانهایی که در دانشگاه هستن، اینا سردمدار و علمدار این قضیه بودن و اومدن بیرون و خیلی کمتر من میبینم که از دهه 70 ها و اونایی که مثل ماها، خب انقلاب رو به اشتباه اینا انجام دادن، الان اینا سناشون شده حدود 60 سال 70 سال،
و باید اینها بیان و کمک کنن به جوانها. اینا بودن که بالاخره نشستن و نیروهای جوان ما هستن که باید سکان این مملکت رو به دست بگیرن، الان اومدن توی خیابونا و اینا نمیان پشتیبانی کنن، تو خونه هاشون نشستن و این یک فاجعه است به نظر من که اینا باید بیان بیرون. اگر که این انقلاب یا این رستاخیز در داخل ایران، درسته که در خارج از ایران خب ما خیلی آزادانه میریم و آواز میخونیم، داد میزنیم، صدای فریاد اونها هستیم، یه پنجره‌ای هستیم که صدای اونها رو میتونیم به جهانیان برسونیم، ولی کسانی که در داخل ایران هستن اگر این تداوم پیدا نکنه در داخل و یکم فروکش پیدا کنه، اون وقت یک فاجعه بسیار بسیار بزرگی در راه هستش که با بسیار بسیار بد سرکوب میکنن. و کسانی که اومدن توی خیابون ها، مخصوصا سلبریتی ها، کسانی که شاخص بودن در اجتماع، فکر میکنم که موقعیت بسیار بدی پیدا کنن. بنابراین این بزرگترها هستن، این دهه 70 ها هستن که باید بیان توی خیابون ها، دهه 60 ها هستن که باید بیان توی خیابون ها، کسانی که جوان ها احتیاج دارن به حضور اونها در خیابون، تو خونه هاشون گرفتن نشستن و بی صدا شدن. یه سری دارن در خارج میبینم که میبینن میگن که ما نمیخوایم بریم، ما میخوایم بریم ایران و ما سیاسی نیستیم، و این بزرگترین اشتباهیه که اینا میکنن، چون در چنین موقعیت جوی دنیا، در کل دنیا هیچ کس نمیتونه بگه که من سیاسی نیستم، حتی در افریقا هیچ کس نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، به خاطر اینکه الان دنیا در یک آشوبی هست، مخصوصا در خاورمیانه و مخصوصا در مملکت ما که الان یک جهش بسیار بسیار بزرگی صورت گرفته و یک جهش خودجوش، و این در 43 سال اخیر و حتی در سالهای قبلش هم واقعا بی‌نظیر بوده که یک جهش خودجوش و غرب رو در یک کورنری قرار داد که اینا نمیدونن، اینا داشتن با برجام میدونن لاس میزدن که اینو بگیرن اونو بگیرن فلان کنن، یهو دیدن یه اتفاق خودجوشی در ایران به وجود اومده. و من خیلی خیلی متاسفم که اینا در سال 88 یک جهشی به وجود اومد، البته خب اون جهش سبز بود که بازم همین اتفاقا می افتاد، فرقی نمی کرد، ولی حالا شاید یه ذره بهتر می شد اوضاع. ولی الان که این اتفاق افتاده، ما الان می بینیم غرب نشسته و داره نگاه می کنه، یک چیزهایی میگن، فلانی رو تحریم می کنیم، اینه دردی رو دوا نمی کنه برای مملکت ما. اینها باید با بیان پشت مردم بایستن و احتمالا برایشون صرف نداره. اینا به نظر من این غرب و حتی من فکر میکنم اسرائیل هم برای صرف نمیکنه که ایران حکومتش عوض بشه، در یک چارچوب خاصی اینا دارن کاسبی میکنن با افکار مردم، با افکار جهانیان دارن کاسبی میکنن و یک ایران رو به صورت یک لولو گذاشتن اونجا، در حالی که اگر یک همچین اتفاقی، شما فکر کنید که در قانون اساسی یک مملکت ما نوشته شده که اگر 21 روز یک انقلابی یا مثلا یک رستاخیزی ادامه پیدا کنه، ارتش باید به نفع مردم بیاد وارد بشه، و ارتش اصلا سکوت کرده، هیچ خبری نیست، و سپاه مردم رو میترسونه. یه سری آدمایی که منشعب شدن از سپاه، مثل بسیجی ها، مثل ارشاد، مثل نمان فلان فلان فلان، ریختن اینا رو تو خیابون و جوان ها و اینایی که سرمایه های مملکت ما هستن، اینایی که آینده مملکت رو باید بسازن، بدون دفاع با دست اومدن توی خیابون و اعتراض میکنن برای آزادیشون، برای اون چیزهایی که در زندگیشون چند نسل از دست داده و فنا شده. اینا آزادی مشروع دارن و متاسفانه اینا رو میان سرکوبشون میکنن. ببخشید من دیروز انقدر داد زدیم در این تظاهرات، یه خود سر صدا هم گرفته. میخواین یکم از آهنگ بشنویم برزی؟ من فرزادم فرصت نشد که به شما درود بگن، یه نفسی تازه کنید، نونم وقتتون هم تنگ. البته خیلی خوشحالم که جناب برجسته تشریف بردین. بیشتر افتخار اینو داشتم در مسابقه ایران فریدم آیدل
داوری شما به فینال رسید کارم، که حالا با اون مسائل رو بماند اونجا در خدمتتون بودم و بله فرمایشاتتون رو الان که میشنوم کاملا درسته و همه الان دلنگرانیم. منطقه من خیلی کوتاه یه سوال این به صورت شخصی شاید برای خودم مطرح شده از حضورتون دارم. طی این مدتی که گذشته، دو سه هفته اخیر، آقای حامد اسماعیلیون یک سری فعالیت هایی رو انجام دادن در ونکوور، در سایر کشورها، و قطعا کم و کاستی هایی هم وجود داشته چون برنامه در سطح بالایی و با کثرت زیادی برگزار شده. من شخص خودم انتقادهای زیادی دارم به یک سری عملکردهاشون، ولی با کلیت کار و این حرکتی که انجام شده در جهت صحبتهایی که سایر اپوزیسیون ها کردن برای اتحاد موافق بودم. میخواستم نظر شما رو هم اگر اشکال نداره بدونم نظرتون رو. ببینید، در اصولا در یک همچین خیزش هایی حرف ها و نظرهای ضد و نقیض پیدا میشه. به هر حال ایشون یه حرکتی رو شروع کرده، اینو نباید انکار کرد، یه حرکتی که خیلی فراگیر بوده این کار انجام شده. البته من خودم هم خب دیدگاه هایی دارم، وقتی که میام میبینم که به مثلا 50,000 نفر، 70,000 نفر، 80,000 نفر، یا مثلا در کل میخوایم بگیم یهو 1,000,000 آدم میان بیرون و اینا در چنانم 150 تا شهر و کشور و اینا میان و بسیار بسیار منظم، مثلا هر کدوم از اینا شما فکر کنیم مثلا در یه راهپیمایی 20,000 نفره، حداقل من چه میدونم 4,000 تا 5 پرچم میبینم، 3,000 تا پرچم میبینم، یا مثلا پلاکات هایی میبینم که از قبل آماده شده، یه هم مثلا 1,000 تا پلاکات میاد توی این جمعیت ریخته میشه، یا مثلا من میبینم که هزینه‌ای برای ساوند سیستم و نمیدونم ماشینایی که میان و یا مثلا موتور برقی گذاشتن اونجا، جنریتور برق گذاشتن اونجا، اینا رو که من وقتی میبینم خب برای من علامت سوالم هست که 150 تا کشور اگر مثلا فرض کنید هر کدومش 1,000 تا دونه پرچم هم بخوام بیارن، یه چیز عجیب غریبیه، یه سرمایه عجیب غریبی میخواد. ولی من فکر میکنم در یک چنین مقطعی الان زیاد به این مسائل نباید بپردازیم. درسته که نمیتونیم نادیده بگیریم و ممکنه که این علامت سوالا پیش بیاد، ولی این حرکتی که الان به وجود اومده یک بچه نوپا هستش که داره حرکت میکنه. ما اگه الان سنگ بندازیم جلوش یه مقدار مشکل ایجاد میشه. منم دیدم این چیزهایی که شما میگین، عکس هایی دیدم، انتقاد هایی دیدم که رابطه ایشون مثلا با خانم مریم رجبی بوده، نمیم مجاهدین بوده، این بوده، پرچم بوده، نمیم فلان بوده، اونا اومدن. ولی الان من فکر میکنم در این مقطع حداقل، حالا اگر یه چند قدم جلوتر بریم شاید بتونیم که یه مقدار یه خطکشی هایی بکنیم، ولی الان در این مقطع فکر میکنم درست نیستش که این کار رو بکنیم، چون این جنبشی که در ایران به وجود اومده و فراگیر شده در همه جای دنیا یک جنبش خودجوش بوده. حالا ممکنه که با صحبت هایی که ایشون انجام داده بوده و پیگیری هایی که ایشون کرده یه اتفاقی افتاده و یهو اینا به هم وصل شده و یک رستاخیزی شده، ولی این یه جنبش خودجوش بوده، محوریت نداشته، رهبریت نداشته. و ما اگر که پیدا کنیم یک کسی رو که حداقل از طریق اون بتونه عقاید و مسائل رو عنوان بکنه برای جامعه بین‌المللی، به نظر من در این مقطع نباید اعتراض بکنیم الان. حالا تا چند قدم بریم جلوتر و امیدوارم که ادامه پیدا کنه تا اینکه تکلیف‌ها یکم بیشتر روشن شه. بله، حالا قبل از اینکه آهنگ شما رو بشنویم، حالا من دوست دارم صحبتاتون رو بشنویم، ولی حداقل یکم آهنگ وقتشه رو بشنویم که الان وقت بشه و الان وقت اون آهنگ هم هست. ولی منم یه توضیح کوتاه بدم چون الان دوستان هم پرسیدن این ابهام نمونه. در مورد آقای حامد اسماعیلیون گفتن درسته که مجاهده و آیه برجسته هم اشاره کردن، مرتضی جان نازنین. تنها مستندی که میارن یه کتاب رمانیشون داره که طرح جلد اون رو می اومدن یه در واقع
تشبیهی کردم به یکی از عکس‌های مجاهدین، البته من دیدم یه